عبارت جالبی نیشابوری داره در تفسیرش. نظام الدین نیشابوری انصافا تفسیر مفیدی داره که چاپ شده همراه تفسیر عرض کنم که طبری با هم چاپ شده در یک چاپی ما داریم، جداگانه هم چاپ شده در ذیل آیه مبارکه و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. خیلی عبارت جالبی، من هر وقت این عبارت رو میکنم انصافا کیف میکنم. چگونه شما کافر میشوید؟ چگونه ممکن است شماها کافر شوید؟ خطاب به مسلمینه. چگونه میشود شماها کافر شوید؟ مگه میشه شماها کافر شوید و حال این که واو حالی است و انتم تطلا علیکم آیات الله، قرآن در بین شما هست و فیکم رسوله و در بین شما رسول الله موجوده، چگونه ممکنه شماها گمراه بشید؟ اون وقت سوال میشه که رسول الله از دنیا رفتن؟ بله قرآن هست اما رسول الله که از دنیا رفتن، پس در زمانهای بعد از رسول الله امکان گمراه شدن امت وجود داره؟ میگیم نخیر، وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وفیکم رسوله که فرمود وجود ائمه اهل بیت تا روز قیامت وجود رسول الله است. دقت کردید چی شد؟ این کلام محصل کلام نظام الدین نیشابوریه. و کیف تکفرون استفهامون به طریق الانکاره و تعجب، چگونه میشه شما کافر بشید؟ قرآن هست، رسول الله هم هست، مگه میشه کافر بشید؟ خب این سوال مطرح میشه که بعد از رسول الله پس میشه کافر بشیم؟ جواب میده، میگه بعد از رسول الله هم نمیشه کافر بشیم. چرا؟ چون اهل بیت که هستن، ائمه اهل بیت ادامه وجود رسول الله هست. پس وفیکم رسول الله مصداقیت پیدا میکنه به وجود ائمه در هر زمان، پس نباید کافر بشید، پس نباید گمراه بشید. این همون مفاد حدیث خلیله اما قرآنه. بعد ایشون میگوید و المعنا من اینه یتفرق الیکم الکفر والحال ان آیات الله تتلا علیکم فی کل واقعه و بین اظهرکم رسول الله یبین لکم کل شبهه و یزیح عنکم کل عله. پس رسول الله برای چی نصب شده؟ برای اینکه مبین قرآن باشد، برای اینکه شبهات و اشکالات را برطرف کنه، نگذاره مردم گمراه بشن. خب بعد از پیغمبر اکرم چی؟ ائمه هستن که نگذارن گمراه بشن مردم. میگوید قلتو اما الکتاب فانه باق على وجه الدهر، خب قرآن که هستش، و اما النبی فانه و این کان قد مضا الی رحمت الله فی الظاهر، و اما شخص پیغمبر اکرم هرچند بعد از دنیا رفتن ولکن نور سری باق بین المؤمنین فکأنه باق على ان عترته عترتش ورثه اوست، عترت اهل بیت ورثه پیغمبر اکرم است. یقومون مقامه، خلع رفتن پیغمبر اکرم رو کی باید پر کنه؟ ائمه اطهار در هر زمانی، تا مانع بشن از گمراه شدن امت، تا اشکالات و شبهات را رفع بکنن و مردم را هدایت کنن و ایمان مردم را حفظ کنن. ان عترته ورثته يقومون مقامه بحسب الظاهر ايضا، خب حسن در هر زمانی، فيكونون يبينون كل شبهه ويزيحون كل عله، ولهذا قال اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا. پس تفسیر نیشابوری در جلد 2 صفحه 221 مراجعه کنید، این چاپی که جداگانه چاپ شده خودش مستقله. دقت کردید چی شد؟ این هم از بزرگان علمایشونه، تفسیرش هم از تفاسیر معتبره. این مطلب را که به این شکلی که این نیشابوری تفسیر نیشابوری بیان کرده، من یادم نمیاد در جای دیگه دیده باشم در ذیل این آیه مبارکه، و این از اموری است که مغتنمه، از مطالبی است که مغتنمه به قول ما طلبه ها خود فرتنه. Straight Away TV.